خواهشاتون ببینید. سوال ما خودتون. به نام خدا، سپاسدار هستم، شهنام سپاسدار هستم، رئیس ستاد اجرایی پنجمین نمایشگاه بین‌المللی املاک و مستغلات ایران. سپاسدار، بفهمید در واقع چند چون پنجمین نمایشگاه چند شرکت حضور دارن و در واقع آیا فروش وجود داره نداره؟ امسال در فضایی به مساحت 4500 متر مربع نمایشگاه برگزار شده. در این نمایشگاه اهداف اصلی ما ایجاد رونق در بحث صنعت املاک کشور بوده. از خارج شرکت کنندگانی داریم که این شرکت کنندگان با ماهیت سازندگی و سرمایه گذاری مشارکت کردن، یعنی خودشون رو معرفی میکنن به عنوان سازندگان و کسانی که دارای پروژه های ساختمانی بزرگ هستن، آمادگی سرمایه گذاری در کشور هستن. ما درخواستای مشارکت از خارجی خیلی داشتیم، چون اجازه فروش به هیچ وجه و تبلیغ برای فروش نداشتن نتونستن بیان، منع کردیم از اومدن، و کسانی اومدن که پذیرفتن شرایط حضور در اینجا رو. برعکس، در بخش داخلی تشویق کردیم همه رو به فروش به خاطر شرایط فعلی که در جریان هستید، و عمده شرکت کنندگان از انبوه سازان به نام و توانمند هستند، پروژه های بسیار عالی برای فروش دارن، شرایط فروش خوب گذاشتن. من همکارم یعنی از ریاست محترم اتحادیه املاک فرمودن که بخش داخلی فروش نداره، داره. ایشون معتقد بودن که باید مشاورین املاک کنار اینا باشن برای فروش. شرکت های انبوه ساز داخلی ما شرکت های بسیار توانمندی هستن، واحد های حقوقی قوی دارن، سیستم فروش دارن، سیستم قانونی فروش دارن، و حتی نبودن مشاورین املاک در بعضی موقع ها ممکنه هزینه تمام شده رو برای خریدار کم کنه. ضمن اینکه من احترام میذارم به مشاورین املاک، خودم هم عمدتاً خریدهامو از طریق مشاورین کردم، ولی عرضم اینه که انبوه سازان خودشون دفاتر حقوقی خوب میتونن داشته باشن و کار فروش بکنن. من منع قانونی در انجام فروش قانونیشون در صورتی که قراردادها خوب باشه، بخش حقوقی قبول داشته باشن، من نمیبینم. و دوستانی که اینجا مشارکت کردن به ما قول دادن که همه پروژه ها رو برای فروش ارائه کنن و فروش های ویژه داشته باشن. چه شرایطی داره فروش؟ بعضیا با پیش پرداخت میگیرن، قسطی میگیرن، بعضیا جوایز میدن. یه نوع نیست فروش های ویژه، هر کسی به از که مثلا تخفیف دارن، تخفیف که از ابتدای این چیزاست که دارن، یه مقدار قسط میگیرن، ارزم بزرگان جوایزی میدن. بالاخره هر کسی به فراخور حالش توی این حرکتی که در راستای رونق و تشویق مردم به خرید ملکه داره فعالیت میکنه. بعد چند تا در واقع شرکت از چه کشورهای حضور دارن؟ و بعدم بفرمایید که در واقع همشون الان در واقع انبوه سازن، یعنی شرکت های سازنده ساختمان هستن، فروشنده ساختمان نیست. فروشنده ساختمان از خارج نداریم. درخواست خیلی خیلی زیاد بود. وقتی که شرایط منع فروش رو دیدن خب طبیعتا نمیان. نمایشگاه های بین المللی املاک در دنیا تعدادش فقط به صورت بی تو بی، تعدادش هم میتونه فروش داشته باشه. مدل ما بی تو بی بود و خب برای خیلی از شرکت مندهای خارجی جاذبه نداشت. اون تعدادی که اومدن 8-9 شرکت هستن و اینها هم برای از اسپانیا هست، ترکیه هست، قبرس هست و یک کشور دیگه گفت آقای چیزی یادم رفت هستن دیگه، از 4 کشور هستن. خب بفرمایید چند شرکت از در واقع چه کشور شرکت؟ 8-10 شرکت انبوه‌ساز خارجی هستن که اینها از 4 کشور اومدن، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و قبرس هستن. و اگه توضیح دیگه ای دادن؟ عرض کنم خدمت شما، ما این نمایشگاه بین‌المللی در برنامه جدول تقویم نمایشگاه شرکت سامی نمایشگاه چند ساله برنامه ریزی میشن و شرکت کنندگان حداقل از یک سال قبل شرکت کنندگان خارجی و داخلی مطلع هستن و خودشون رو آماده میکنن برای حضور. حضور موفق در یک نمایشگاه 10 روز و 20 روز و 1 ماه نیست، باید زیرساختهایی فراهم بشه، امکاناتی فراهم بشه. ما این مجوز و اتحادیه املاک داشت با مشارکت و اجرا توسط شرکت ما. اتحادیه املاک انتخاباتی داشتن، هیئت مدیره عوض شدن. حدود 20 روز مونده بود به شروع نمایشگاه هیئت مدیره جدید. این نمایشگاه رو مطلوب برای سیاست‌های هیئت مدیره جدید ندید. با سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه، اونها متولی این صنعت هستن، ما مجری هستیم، مکاتبه کردن.
طی مکاتباتی بهشون پاسخ داده شد که چون در طول سال این برنامه گریزی شده، شرکت‌های خارجی تو مسیر هستن، داخلی‌ها کاراشونو کردن، هزینه زیادی برای تبلیغات، ساخت غرفه و غیره انجام شده، امکان تعویق زمان نیست. این به این معنا نیست که با سیاست‌های اتحادیه بخوان مخالفت کنن، ولی اصولاً هیچ نمایشگاهی 20 روز قبلش امکان تغییر نداره و برای اعتبار بین‌المللی کشورمون شرکت سهامی نمایشگاه و سازمان توسعه تجارت صلاح نیست، باید این نمایشگاه برگزار بشه. ولی به هر حال اتحادیه سعی کرد که به نوعی همکاری با ما نکنه، ولی خب ما به دلیل اینکه زیر مجموعه تحت نظارت سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه هستیم، اجرا رو ادامه دادیم تا الان که خدمتتون هست. راضی هستید؟ من خیلی راضی هستم با توجه به مواردی که عرض کردم. خیلی خوشحالم که چنین استقبالی وجود داشت. حالا انشالله در 4 روزی که هست تعداد بازدیدکننده هم شما شاهد خواهید بود و مراسمات حاشیه‌ای که داره برای مردم خیلی جذاب خواهد بود. زنده باشید. سپاسگزارم. قربونت برم. زنده باشید.